خب سلام، خیلی خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از چنل گپ اسپورت، جایی که ما توش فقط در مورد فوتبال صحبت میکنیم و امروز اومدیم تا در مورد آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال کشورمون صحبت کنیم. اما قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، یادتون نره که اگه از ویدیو خوشت اومد حتما لایکش کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله هم بزنید تا از ویدیو جدیدم بی‌خبر نمونید. همچنین خیلی ممنون از بابت حمایت‌های شما تا الان از ما. و اما خب شروع کنیم از خبر داغی که همین الان توی خبرگزاری‌ها اومده و اون هم اینه که استقلال بالاخره سرمربی جدید خودش رو انتخاب کرده و به احتمال بسیار زیاد تا فردا حداکثر دوشنبه نام سرمربی جدید استقلال رسانه‌ای میشه و ما باید سرمربی جدید استقلال رو بشناسیم و نام این سرمربی هم ریکاردو ساپینتوی پرتغالیه. خب از وقتی که فرهاد مجید جدایی خودش رو از استقلال اعلام کرد، نیمکت استقلال تبدیل شد به داغ‌ترین نیمکت لیگ برتر کشورمون و کلی از مربیان لینک شدن به استقلال. اول جواد نکونام، بعد استراماچونی، بعدش نام الکس نوری مطرح شد و گفتن که همه چی تمام شد، الکس نوری به زودی میاد ایران و قراردادش امضا میکنه و این حرفا، ولی هیچ کدوم از این گزینه‌ها در آخر نتونستن به این مهم برسن و نیمکت استقلال همچنان خالی بود، تا اینکه مثل اینکه بالاخره مدیر استقلال سر مربی با هم دیگه توافق رسیدن و ریکاردو ساپینتو پرتغالی قراره که بیاد ایران و جانشین فرهاد مجید توی استقلال بشه. و خب من یه سرچی هم کردم و یه تحقیقی هم کردم در مورد آقای ساپینتو که ببینم آدم بازیکن بوده چی بوده، مربی شده چی شده و این چیزا، و مثل اینکه به عنوان بازیکن تونسته کارنامه خوبی از خودش به جا بذاره، مثل اینکه توی کشور پرتغال بازیکن مطرح و ملی پوشی بوده، توی اسپورتینگ لیسبون بازی کرده، یکی از مطرح‌ترین تیم‌های اروپا، توی همچین استاندارد لیژ بلژیک و همچنین رئال سوسییداد اسپانیا هم بازی کرده و خب میشه گفت کارنامه بازیگری خوبی داره تعدید. اما اگه به دوران مربیگری آقای ساپینتو نگاه کنید، می‌بینید که همچین کارنامه خیلی پرباری نداره توی سرمربیگری. تیمای مطرحی که توی دوران سرمربیگریش مربیگریشون کرده، تیمای مثل براگای پرتغال بودن، زیر 19 سالای اسپورتینگ بودن، استاندارد لیژ بلژیک و همچنین ستاره سرخ بلگرا را می‌تونیم ببینیم که پرافتخارترین تیم سربستانه. و البته آقای ساپینتو تونسته توی لیگ بلژیک فصل 2017-2018 با استاندارد لیژ قهرمان لیگ بلژیک بشه که این بالاترین افتخار مربیگریشون بوده تا الان. و خب یه خورده شاید این نگران کننده باشه که توی بقیه تیم‌ها عملکرد خیلی خاصی از خودش به جا نذاشته، ولی خب توی لیگ بلژیک تونسته قهرمان بشه بد نیست. و اینکه یه نکته مهمی که وجود داره اینه که خب مدیر استقلال مصاحبهاشونو که میشنیدیم مدام از این میگفتن که دنبال یه مربییم که بخوره به المانهای تیم و یه مربی میخوام که سیستمش بخوره به سیستم تیم. خب فصل پیش فرهاد مجیدی با استقلال به سیستم 3 دفاعه بهترین دوران استقلال توی لیگ برتر رقم زد و تونست هرچی رکورد بود و درو کنه و بهترین تیم ایران لقب بگیره فصل پیش. نکته هم که در مورد آقای ساپینتو وجود داره اینه که توی اکثر تیمایی که بوده سیستم 3 دفاعه رو زیاد استفاده کرد و خب مطمئنا مثل اینکه این نقش زیادی تو انتخاب مدیرای استقلال داشته. و خب همونطور که گفتم مثل اینکه تا دوشنبه نهایتا دیگه میخوان اعلام کنن مدیرای استقلال و آقای ریکاردو ساپینتو مربی جدید استقلال خواهد بود. اما از استقلال بریم سمت پرسپولیس و حمید مطهری که چند وقت پیش خبرش اومده بود که به توافق رسیده با مدیرای پرسپولیس، قراردادش رو دوباره تمدید میکنه و باقی میمونه در کنار یحیی گل محمدی کادر فنی پرسپولیس. ولی امروز مثل اینکه یه خبر اومده دوباره و اینکه حمید مطهری دوباره به نساجی با توافق رسیده و میخواد بره نساجی مازندران، سرمربی نساجی مازندران بشه. خب این فصل یحیی گل محمدی تغییرات گسترده توی کادر فنی خودش داره انجام میده، یعنی مطمئن نیستم که خود شخصی یحیی گل محمدی راضی باشه به انجام این کار، ولی به هر حال داره صورت میگیره. مربی دروازه‌بانی تیم داوود فنایی رفت، مربی بدنساز تیم رفت و مربی اسپانیا جدید اومد جای مربی بدنساز آقای پپ لوسادو و حالا هم حمید مطهری داره میره. از اون طرف گفته میشه که سجاد حسینی دیگه فصل آخرش بود این فصل و قرار سید جلال هم بیاد به کادر فنی به پیونده و روی نیمکت بشینه به عنوان مربی. و خب حالا باید ببینیم که یحیی به عنوان دستیار اول خودش چه کسی انتخاب میکنه، یا کریم باقری میاره میشونه کنار خودش، یا که نه یه فرد جدیدی مشخص میکنه و اعلام میکنه به مدیریت که اونو بیارن تا جای حمید مطهری باشه. به هر حال باید صبر کنیم ببینیم تا ببینیم تصمیم خود یحیی گل محمدی چیه در این مورد. توی پرسپولیس بمونیم و بریم سراغ گلسیانی مدافع سپاهان که امروز رسما اعلام شد که اومده پرسپولیس. چند روز اخیر و چند هفته اخیر اخبار شایعاتی بود که گلستانی میخواد بیاد پرسپولیس، ولی آقای درویش تکذیب میکرد که قربونش برم آقای درویش، هرچی رو تکذیب کرد دقیقا اتفاق افتاد و گلستانی
کریستیانی هم همین جوری شد. اخبار زیادی بود که از سپاهان اومده پرسپولیس، هیچ چیز رسمی نبود تا به امروز که چند روز پیش خدافظی کرد، یه پست اینستاگرامی گذاشت با هوادار سپاهان هم خدافظی کرد. امروز رسما اعلام شد که میاد پرسپولیس و قرارداد 2 ساله همراه با پولعلی گنجی و دانیال اسماعیلی‌فر قراره که تو پرسپولیس بمونه. اما بریم سراغ شاه ماهی نقل و انتقالات فوتبال ایران، آقای سعید صادقی. خب سعید صادقی دیگه اصلا نیازی نیست به گفتن اینکه چقدر خوب بوده فصل پیش، 8 گل زده، 14 تا پاس گل داده که یه آمار در حد لیگای اروپاییه و سعید صادقی الان هم یکی از بهترین گلزنان لیگه و هم بهترین پاسور لیگ ماست. و خب طبیعیه که مشتری زیاد داشته باشه و مشتریای مطرحی هم داشته باشه از سپاهان، استقلال و پرسپولیس. و طبق آخرین اخباری که اومده، مثل اینکه الان سعید صادقی که اول گفتن دوبار با استقلال به توافق رسیده، یه بار با سپاهان، دوبار هم با پرسپولیس، الان میگن که با پرسپولیس توافقش نزدیکتر، یعنی نزدیکترین گزینه به سعید صادقی پرسپولیسه، که احتمال این که دوباره عوض شه، مثلا بعد بگن استقلال و اینا، خیلی زیاده. و حدسم میزنم که حدس که نه، مطمئنن کار مدیر برنامه‌های کارکشی عزیزشه، که خب کارشو بلده دیگه، میدونه چیکار کنه، قرارداد رو بالاتر ببره و تضمین بازی و این چیزا رو گرفته مطمئنن از این تیم‌ها. بالاخره سعید صادقی بهتر مطمئن دیگه، حیف بسوزه. مدیر برنامه‌اش هم یه جوری به فکر سعید صادقی دیگه، میخواد بهترین کارا رو هم واسه خودش هم واسه سعید صادقی بکنه. اما این نظری که من نموده سعید صادقی داشتم، گفتم با شما هم به اشتراک بذارم بچه‌ها، اینه که برای خودش بهتر نبود که توی گلگهر میمون، چون سال جام جهانیه. گلگهر هم تیم خوبیه، گلگهر تیم ضعیف و بدی نیست که بگیم مثلا سعید صادقی گلیه توی باغ گلی اونا، اینجوری نیست. گلگهر هم تیم خوبیه، اگه بمونه توی گلگهر هم براش خوبه آ، یعنی اونجا جا افتاده، مطمئنا بهش بازی میرسه، مطمئنا بازم خواهد درخشید توی سال جام جهانی. به نظرم توی گلگهر بمونه براش بد نمیشه، حداقل این فصل که جام جهانی بگذره، بعد از اون مثلا میتونه تیمش رو انتخاب کنه. البته که الان یه مصاحبه ازش دیده بودیم که گفته بود تیم جدیدمو به زودی انتخاب میکنم، یعنی گفته تیم جدید، یعنی توی گلگهر پس احتمال خیلی زیاد 100% نخواهد بود دیگه، یا یه تیم جدید توی لیگ برتر خودمون، یا شاید هم مثلا لژیونر بشه بره مثلا اماراتی، قطری اونورا. ولی خب حالا باید بازم منتظر باشیم ببینیم که سعید صادقی تصمیم آخرش چیه و کدوم تیم موفق میشه این شاه ماهی رو بیاره تیم خودش. و اما بریم سراغ چند تا خبر کوتاه دیگه که در موردشون صحبت کنیم و ببندیم این ویدیو رو. و از بوریا غفوری کاپتان باشه استقلال صحبت کنیم، که مثل اینکه هیچ پیشنهاد تمدید قراردادی از سوی مدیریت استقلال برای بوریا ارسال نشده و موریا هم چند تا مسابقه کرده اینا رو گفته که هنوز پیشنهاد تمدید قراردادی برای من ارسال نشده. و خب مثل اینکه مدیر استقلال قصد ندارن قرارداد بوریا رو تمدید کنن، که به نظر من حقیقتا عمل عاقلانی، یعنی بوریا این فصل مهره اساسی تیم استقلال نبود، اونا همین الانش توی پست بوریا ساله هر دانی دارن که خیلی خوب کار کرد از موقع که اومد استقلال. همچنین کوین یانگو هم میتونه اونجا بازی کنه، کوین یانگو اصلا به عنوان دفاع راست اومد استقلال، بعد حالا رفت جلوتر هافک شد، بعد دیگه مهاجم هم بازی کرد. و آره به نظر من با بوریا غفوری قشنگ شاید دو فصل یه فصلی هست که نتونست اون عملکردی رو که مثلا 4 فصل پیش دیدی نظر شفر ارائه میداد و ارائه بده، اون موقع واقعا میشه گفت بهترین بازیکن لیگ، حداقل یکی از ستای بهتری. و اما محسن آذرباد دیگر پریده این فصل لیگ برتر که 10 تا پاس گل داد، یه آمار خیلی خوب از محسن آذرباد توی مثل رفسنجان. این فصل استقلال و سپاهان میگن که مثل اینکه دنبالشن، سپاهان سروش رفیعی از دست داده، سروش رفیعی اومد پرسپولیس، یه خلای الان اون وسط داره سپاهان، میتونه هافک تهاجمی خلاقی مثل آذرباد کمک کنه حساب به سپاهان در جای سروش رفیعی رو پر کنه. از اون طرف استقلالیام توی کل فصل مشکل خلاقیت رو توی تیمشون داشتن و محسن آذرباد میتونه گزینه خوب باشه، به خصوص اگه سعید صادقی رو نتونن بیارن استقلال، محسن آذرباد به نظرم بهترین گزینه است. خب بچه‌ها اینم بود از اخبار نقل و انتقالات امروز، امیدوارم که خوشتون اومده باشه، اگه خوشتون اومد حتما ویدیو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگولرم بزنید تا از ویدیو جدیدم بی‌خبر نمونید. حتما هم متوجه شدین که چند هفته هستش یه خورده شل کردیم، ویدیوها تعدادش کمتر شده نسبت به مثلا ماه قبل، به خاطر امتحانات واقعا پدر مادر برده، 2 روز شروع شده، خدا شاهد من به خودکشی هم فکر کردم تو این روزا، اصلا نه اینکه درس نکنه نمیخونیم، اصلا مدین فکر کنید درس میخونیم، ولی اصلا این فشار داره دیگه، فشار روانی میاره رو آدم، حس هیچ کاری نیست. ولی با این حال بازم خیلی دوستتون داریم، دمتون گرم که تا اینجا همراه ما بودین و فعلا خدا نگهدار.